و کشوری بشیم که الان بایستی جای کره جنوبی بودیم، در صورتی که ما امروز کره شمالی شدیم. یعنی واقعا اصلا در جایی که میتونستیم در حد یک تایوان یا کره باشیم، الان جزو ورشکستگی ترین و عقب مانده ترین کشورها جهان هستیم، با وجودی که یک تولید کننده عمده نفت هستیم. بس از خودمون پرسیم مشکل در کجاست. خب اگر اداره این حکومت نبود، نحوه یا بیکفایتیش یا بیلیاقتیش نبود، اگه این نظام مافیایی نبود که فقط میخواد جیبای خودش رو و رفقای خودش رو داره دنیا پر بکنه، در صورتی که مردم ایران نصف بیشترشون گرسنه هستن، حقوقاشون عقب افتاده، دستشون به جا بند نیست، خب نباید تعجب کنیم که این وضع پیش اومده. ولی اشکال نه از مردم ایران هست، اشکال نه از کمبودهای کشورمون هست، اشکال از این نظام هست. این صد برداشته بشه، بنکت ما برمیگرده به اون طرفی و بار اصلی امروز به دوش مردم ایران هست، به خصوص به دوش همین نسلی که بایستی آینده ایران رو به ارث ببرن و منتها بایستی یک توجه خاص دیدگاه های خودشون داشته باشن به اینکه به چه طریقی ما میتونیم به اینجا برسیم. و اینجاست که شعار همبستگی و اتحاد و همکاری مطرح میشه. اینجاست که ما بایستی قبل از هر چیزی فکر منافع کل کشورمون باشیم. امروز این هستش که همگی ما بایستی مدافعین بدون چون و چرا و بلا شرط اساس حقوق بشر و تمام چیزایی که مندرج شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر که در مورد ایران اگر در آینده کشور بتونیم پیاده بکنیم، خیلی از مشکلات ما رو نه فقط در بعد حکومتی و اداری و سیاسیش، بلکه در تمام خواسته های دیرینه که جامعه ما داشته در تمام زمینه ها حل خواهد کرد. این بار به دوست ما هاست. ما مردم ایران باید امروز قدم به صحنه بگذاریم. ما مردم ایران امروز باید این حرکت رو انجام بدیم و من میخوام پرچمدار این حرکت بشم، پرچمدار این پیغام آزادی ایران بشم، پرچمدار این راه سوم باشم که ما با کمترین هزینه برای جامعه خودمون به این آزادی برسیم. و اون وقت خواهید دید که با این همبستگی و با این تعهد که امروز بستیم دستمون رو به دست هم دیگر بدیم، در این راه دنیا عکس‌العمل مثبتی نشون خواهد داد، بلکه برای بار اول یک آلترناتیو معقول و ملموسی در مقابل خودش خواهد دید. و دلیلی نمی‌بینم که بخواد با داشتن چنین آلترناتیوی دست به اقدام دیگری نظیر حمله نظامی به ایران بگذارند، وقتی که بدون این آلترناتیو به صورت ملموسی در جا هست، علی خصوص در داخل خود ایران. تأکید شاهزاده رضا پهلوی به همبستگی و ایجاد یک جنبش فراگیر هنگامی اهمیت مضاعف پیدا می‌کند، خانم ها آقایان، که ایشان گفتند در چنین صورتی پرچمدار این جنبش خواهند بود. لذا اکنون بر سازمانها، گروهها و فعالان سیاسی و بر ما مردم ایران است که پشتیبانی خودمون رو از چنین جنبشی نشان بدهیم، نه با حرف بلکه با عمل. شاهزاده رضا پهلوی در پاسخ به پرسش آقای بهارلو پیرامون سیاستهای اتمی ایران در زمان پادشاه فقید ایران و اینکه آیا نظام پادشاهی هم به دنبال بمب اتم بود، چنین گفتند: اتفاقا عده‌ای که در سازمان اتمی ایران داشتن کار میکردن چنین سوالی رو بردن و از پدرم در اون زمان پرسیدن که آیا صلاح هست که ما فکر بکنیم راجع به مسئله و پیدایشش. و تا اونجایی که من اطلاع دارم جواب پدرم اونهایی بود که چی؟ برفرض که ما اومدیم 7 تا 6 تا 20 تا موشک هم ساختیم، در مقابل بیش از 3000 خورده موشک اتمی شوروی میخوایم ما با این دوتا موشکمون جلوشون بگیریم، اصلا فایدهش چیه؟ اصلا رو چه منطقی ما بخوایم خیال بکنیم که با دوتا موشک خودمون تیم جلوی این؟ و خطر اصلی واقعا اون موقع در شوروی بود دیگه، اون بحثی درش نیست، اونم با چه هزینه و مرموز. نه، بنابراین اصلا اون موقع این فکری که ما بخواهیم در اون جهان بریم، اگرم عده‌ای راجبش فکر میکردن، به هیچ عنوان قصدونیت سیستم نبود. البته از اجازه بدید از این موقعیت استفاده کنم و مسئله رو پیش بکشم، اونجایی که در حدی که البته من زیگ دیده کارشناسی اظهار نظر نمی کنم، ولی در حدی که میتونم راجبش اظهار نظر بکنم، این رو میخواستم با همیهنانمون در میون بگذارم. اون زمانی که ما نگاه میکردیم به انرژی اتمی، اولا تکنولوژی چرنوبیلی به قول معروف چیزی که الان بهش بسنده میکنیم نبود، به هر حال تکنولوژی بود که اون زمان کشورهای مثل فرانسه، مثل آلمان، مثل امریکا داشتن.
اون زمان تازه بررسی شده بود که حالا از نظر اینکه از نظر هزینه‌اش چقدر قابل توجیه هست یا نه در مقابل ادامه دادن تولید نفت به عنوان یک منبع سوخت اولیه، خب خیلی راجبش بحث بود. اون موقع هم تکنولوژی های دیگری که امروز به مراتب کم هزینه تر شدن در مقایسه با آن چیزی که در اون زمان بود، به هر حال صحبت از نزدیک 40 سال گذشته رو بس بکنیم، بالاخره صحبت پریروز نیست، صحبت 4 دهه پیش است. اون موقع که مقایسه میکردیم یه مقدار فکر کرده بودیم که بخشی از تولید انرژی ایران رو از طریق به اصطلاح نیروگاه های اتمی بشه، علاوه خصوص که شخص پدرم اعتقاد راسخ داشت به این که نفت یک ماده است انقدر مهم که حیفه که فقط به عنوان یک سوخت استفاده بشه، بلکه میتونه هم از نظر ارزش اضافی به خصوص تو بای پروداکت های پتروشیمی ازش کار گرفته بشه و تا زمانی که برسیم به مرحله‌ای که گاز طبیعی خودمون را به عنوان یک منبع دیگر انرژی استفاده بکنیم، به هر حال اینها موقع مطرح. اما امروز پس از گذشت نزدیک 4 دهه می‌بینیم که اکثریت کشورهایی که از نیروگاه‌های اتمی استفاده کردن یک نوعی می‌خوان اصولاً از این فاز انرژی اتمی بگذرن. انواع اقسام عواقب خطرناکی الان مطرح هست که ارزش این که آدم دنبال این تکنولوژی دیگر رو به هیچ عنوان امروز توجیه نمی‌کنه. اخیراً یک اتفاقی در ژاپن افتاد و با وجودی که کشوری است که شاید از هر لحاظی آمادگی بیشتری داره از جای دیگر برای حل کردن مشکل، فرض بکنید اگر یک اتفاقی سانحه‌ای رخ بده، با وجود این رادیواکتیو یک به اصطلاح سانحه‌ای بود که مقدار مواد رادیواکتیو رو پخش کرد و اینجور اتفاقات خب باعث میشه که واقعا دنیا ما رو میتونه به خطر بندازه. وانگهی شما حساب بکنید یک تکنولوژی عهد چرنوبیل توی یک کشور زلزله خیزی مثل ایران چه فاجعه به اصطلاح اکولوژیک و مسئله رو میتونه رخ بده که هیچ گونه راه مقابله و حلش رو نداره و اصلا با میلیاردها دلار هزینه که میبره که آدم امروز بیاد تو چنین تکنولوژی سرمایه گذاری بکنه، دیگه واقعا هیچ جواب منطقی براش نمیشه پیدا کرد. الان ببینید بعضی کشورهایی هستن که منم از نزدیکتر باشون آشنا هستم که دارن به شکل خیلی ساده از انرژی خورشیدی استفاده میکنن. اینم نیاز به کارخونه عجیب غریبی نیست. امروز شما میتونید یک پنل به اندازه میزی که الان پاش نشستید داشته باشید. شما میتونید حتی تو کوچکترین دهکوره یک کشوری از این انرژی استفاده بکنید. چه میدونم یخچالتون رو، نمیدونم آبگرمکنتون رو، تلویزیونتون رو، ساتلیتتون رو به هم راه میندازید و از این طریق میتونید انرژی خودتون رو به هر خانواده میتونه به دست بیاره با هزینه بسیار کمتر. چون این تکنولوژی الان در اختیار ما از کشور ایران هم که کشور فنلاند و سوئد نیست که بگیم 6 ماه سال 8 سال هاش در تاریکی زمستان اصلا نور و خورشید رو نداره دست. ما چرا در اون جهت نمیریم امروز به اصطلاح تحقیق بکنیم؟ راهش که برای ما هست و اون میلیاردها دلاری که داریم همطور گر رو بر دور می‌ریزیم، هزینه تحصیل بکنیم، هزینه اینفراستراکچر مدارس و دانشگاه‌ها و چیز بکنیم، بریم کاری بکنیم مثل زمان گذشته که تحصیل برای همه رایگان بود در تمام مراحل اون کار بکنیم، نه که امروز با این وضعی که همه میدونیم اصلا شهری انقدر بالاتر رفته که حتی مردم هزینه تحصیل بچه‌هاشون هم نمی‌تونن بدن، وای به چیزای دیگه. کجا میره این پول‌ها؟ اگه واقعا دلسوز مردم هستین، اگه واقعا دلسوز مملکت هستین، بیاد از سر این مسائل بگذارید، این کار اساسی رو ببینید، این کار نمی کنه این حکومت. بنابراین من به تو میگم اگه من بودم چه میکردم.